سرخط مهمترین خبرها. هشدار فعالان سیاسی از پایان مهلت قانونی کار حکومت وحدت ملی تا دو روز دیگر. تکمیل نبودن کابینه حکومت در آستانه برگزاری نشست بروکسل و خواست مجلس برای معرفی نامزد وزیر معادن. و دست نیافتن شهروندان سوری به کمک‌های اولیه در مناطق جنگ زده. سلام، با پیشکش این مجموعه خبری از تلویزیون جهانی خورشید با شما خواهیم بود. دوشنبه امروز پنجم میزان 1395 هجری خورشیدی برابر است با 26 سپتامبر سال 2016 میلادی. من سید فرید سنایی هستم. رهبران حکومت برای مشروعیت نظام باید گزینه قانونی را جستجو نمایند. رئیس بنیاد احمد شاه مسعود می‌افزاید هر دو رهبر چه بخواهند و چه نخواهند تا دو روز دیگر حکومتشان مشروعیت نخواهد داشت. از سوی هم اعضای شورای ملی می‌گویند آقایان غنی و عبدالله به جای به بن‌بست کشیدن حکومتشان بهتر از به وعده‌هایی که این حکومت را مشروعیت می‌بخشد عمل نمایند. ذبیح‌الله دورندیش گزارش می‌دهد. شمارش معکوس برای پایان کار حکومت وحدت ملی بر بنیاد متن موافقت نامه و تاکید رهبران از ادامه کارشان تا 3 سال دیگر. این یک خواب است. اینا برن باز ما یک چیز دیگر جور میکنیم از سر. این قصه را در جاش میبریم. این به جای نمیرسه. اگر هر کدام ما بر خود حد و حدود تعیین نکنیم، پس معنای ازی و نمو بازار مکاری سیاست میشه که باز او به هیچ جای کار نمیرسه. رئیس جمهور و رئیس اجرایی مملکت امروز به اساس اراده شما دلگشتن. فرق ما با کسایی که در بیرون از چیست؟ ما اینجا به اساس رای آزاد شما آمدیم. اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی، توزیع شناسنامه های برقی، فراخوانی لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی از بهر روشن شدن سرنوشت پست صدارت از مهمترین تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در 2 سال پسین بود که تا هنوز عملی نشده است. جلوگیری از بحران بیشتر، تقویم انتخابات اعلان بکنه، تاریخ برگزاری لوی جرگه را اعلان بکنه و تعهد داده برای مردم که برای تطبیق موافقتنامه، مفاد موافقتنامه که دقیقاً خواست مردم افغانستان است. اگر ما بریم به یک گزینه‌ای که فرا قانونی باشه، او بدون شک از هر نگاه ضعیف‌تر میباشه، از هر نگاه تنش‌آزا میباشه و از هر نگاه در شرایط فعلی برای بقای افغانستان خطرناکتر. اما آگاهان سیاسی به خاطر اینکه رهبران نتوانستن لوی جرگه را برای تعدیل قانون اساسی برگزار نمایند، ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از 2 روز نامشروع میدانند. سند مشروعیت امی دولت اونم توافقنامه بودند که باید عملی میشد. اما ای که در مدت 2 سال عملی نشد، مطمئنن که پس از 2 سال دولت باید یک سند مشروعیت جدید باید ایجاد کنند و این مسئولیت دولت هست. با این همه 2 سال از عمر حکومت در جدال و کشمکش میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی گذشت و سوی دیگر فشارها بر حکومت برای رسیدن به مشروعیت کامل آن نیز ادامه دارد. دیده شود که آیا آقایان غنی و عبدالله می توانند در برابر انتقادهای مخالفان سیاسی خود ایستادگی نمایند و یا نه. نزدیک به 7 ماه است که وزارت معادن و پترولیم از سوی سرپرست اداره می شود. اعضای مجلس نمایندگان از آن چه که بی‌پروایی حکومت در زمینه پایان دادن به روند سرپرستی در نهادهای دولتی دانسته می شود، سخت انتقاد کرده و میگویند تکمیل نبودن کابینه یکی از کاستی های حکومت در نشست بروکسل خواهد بود. اما یک مقام حکومتی که نخواست از اون نام برده شود، با شبکه جهانی تلویزیون خورشید گفت گفتگوها در مورد معرفی نامزد وزیر نهاد ادامه دارد. احمد شکیب گزارش می دهد. حضور حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل اما با کابینه ناتکمیل. وزارت معادن و پترولیم از وزارت‌های کلیدی دولت به شمار می‌رود که نقش مهمی را در بلند بردن درآمدهای داخلی کشور دارد. این وزارت پیش از این از سوی داوودشاه سبا اداره می‌شد، اما پس از استعفای وی نزدیک به 7 ماه است که این نهاد از سوی سرپرست اداره می‌شود و سرپرستی آن را نیز بانو غزل حبیبیار معاون مالی و اداری این نهاد بر عهده دارد. انتقادها بر اینند که نباید بر روند سرپرستی در نهادهای دولتی ادامه داده شود. ده هغه وزارت چی افغانستان مهری جوړوي او د افغانستان اقتصاد جوړوي او د دې لپاره ډیر مسلکی اشخاص ورته ضروری دي. پیشبرد کار وزارت معادن و پترولیم از سوی سرپرست
از کاسی های حکومت در راستای تکمیل نبودن کابینه دانسته می شود. وقتی که به بروکسل میرن چی میگن اونجا؟ این چیزا سوال میشه و نه دنیا متوجه است. اینا فکر میکنن که ما یک پلان ساختیم، این پلان رو میبریم میمانیم، دنیا هم قبول میکنه. دنیا شاید از نقطه نظر ازی که در افغانستان نظر اهمیت داره و از خاطر خود کمک هایی بکنن، نه از خاطر کارکردهای حکومت افغانستان. اما یک مقام حکومتی که نخواست از وی نام برده شود گفت گفتگوها در مورد معرفی نامزد وزیر این نهاد ادامه دارد. با این همه افزون بر اداره کردن وزارت معادن و پترولیم از سوی سرپرست، برخی از ولایت ها نیز از سوی سرپرستان اداره می شوند. روندی که حکومت وحدت ملی در 2 سال کاریش برای حل آن ناتوان دانسته شده است. اعضای جنبش روشنایی اعتراض صلح‌آمیزشان را از بهر انتقال مسیر لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان به میانجیگری دفتری نما ملغا کردند. آنان میگویند سران حکومت مکلفند در مدت 1 ماه نتایج عمومی این موضوع را واضح کنند. برخی اعضای این جنبش میافزایند هرگاه با رهبران حکومت از راه گفتگو به نتیجه نرسند اعتراضهایشان را از سر میگیرند. ایمل ولی‌زاده گزارش میدهد. فردا قرار بود اعضای جنبش روشنایی از بهر انتقال مسیر برق 500 کیلوولت ترکمنستان در برابر دفتر سازمان ملل دست به اعتراضات صلح‌آمیز بزنند که سرانجام این مسئله به میانجیگری دفتر یونما حل شد و اعضای ارشد این جنبش تصمیم گرفتند تا راهپیماییشان را ملغا کنند. مذاکرات شروع میشه و تظاهرات الی معلوم شدن نتیجه مذاکرات به تعویق میفته. آنان تاکید میکنند که حکومت مکلف است در جریان 1 ماه با اعضای این جنبش به موافقه برسند. به مدت 4 هفته میان دو طرف مذاکره صورت میگیره و همان گونه که به مردم شریف ما اعلام شد، مرحله به مرحله به صورت شفاف نتایج مذاکرات و روند مذاکره اعلام خواهد شد. به هیچ وجه از حرمت خون شهدا هیچ کس، هیچ نهادی، هیچ کسی نمیتواند از هیچ آدرسی و غفلت بکنه و ادعای پرچمداری و امثال ذالک بکنه. در همین حال فرمانده عمومی گارنیزون کابل هشدار میدهد هرگاه اعضای جنبش روشنایی از دساتیر حکومت سرپیچی کنند، مسئولیت بعدی بر دوش این جنبش خواهد بود. هرگاه تحرکات تحت عنوان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صورت میگیرد و خسارات و تلفات را به بار می آورد، با مسئولین و سازماندهندگان برخورد قانونی صورت میگیرد. گفتنیست برخی از آنان تظاهرات را حق شهروندان کشور میدانند و میگویند هیچ کس مانع اعتراضات صلح‌آمیز شهروندان کشور شدن نمیتواند. تکمیل نبودن نصاب در مجلس نمایندگان سبب کندکاری در زمینه فعالیت‌های مجلس شده است. رئیس مجلس نمایندگان می‌افزاید آنان نتوانستند که نظارت دقیق از عملکرد حکومت داشته باشند، بنابراین حکومت قادر به مصرف بودجه توسعه سال روان نشده است. آقای ابراهیمی تاکید می‌کند که در این زمینه توجه جدی کرده و در نخستین اقدامش اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از بهر سرپیچی آنان از روند استجواب در مجلس مورد بازپرس قرار خواهد داد. مجلس نمایندگان 249 کرسی دارد، اما حضور نمایندگان در این مجلس کم رنگ است. شماره از این نمایندگان عامل غیر حاضری ها را در این مجلس نبود آجندای مهم در نشست هایشان می دانند. یعنی آجندایی که در کمیته رؤسا گرفته می شه و آجندایی که بیتانه نسبت به کشور، نسبت به سرنوشت مردم یک تغییر مثبت ایجاد بکنه وجود ندارد. برخی دیگر آنان به اعتنایی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به خاطر حضور نیافتنشان در نشست استجوابیه مجلس به شدت محکوم کردند. ما یک جایگاه تصمیم گیری را بر اساس قانون اساسی افغانستان داریم. ما باید تصمیم بگیریم، نباید بعد از این گونه رفتار شود که ما مکتوب روان کنیم که چرا نمیایی، دلیلی تا بگو. ما اداره پست نیستیم. از سوی دیگر نمایندگان مجلس تاکید میکنند وزیرانی که کمتر از 70% بودجه توسعه وزارتخانه هایشان را هزینه نکردند باید استیضاح شوند. ما اوری او هیچ دلیل پختنه مکه و راسن استیضاح ته ولیږي ورکه ورته کېږي ټول د لارشي کورونو ته تر څو د افغانستان خلق هم د افغانستان د خلکو یعنی خپل نمایندگان چې دلته په ولسی جرګه کې دي دغه صداقت ورته ثابت شي. رئیس مجلس نمایندگان میگوید نبود نصاب در مجلس سبب شده است تا این مجلس در مورد نارسایی های حکومت تصمیم گرفتن نتواند. توانایی مصرف بودجه انکشافی را نداشته باشه چگونه میتونه به مردم رسیدگی بکنه، چگونه میتونه وضعیت زندگی مردم را بهبود ببخشه؟ پس حکومت ما در نهایت ناکاره و بی‌ظرفیت
و توانایی لازم نداره که رئیس جمهور هم به این مسئله معترف است. روز شنبه هفته روان مجلس نمایندگان کمیسیون نظارت بر تدبیق قانون اساسی را برای پاسخدهی در مورد چگونگی تعدیل قانون انتخابات به مجلس نمایندگان فراخوانده بود، اما این کمیسیون به نشست استجوابی حضور نیافت. باشندگان ننگرهار بر رسم اعتراض در برابر مقام ساختمان ولایت و شورای ولایتی خیمه های تحسن را برپا کردند. آنان میگویند افزایش ناامنی، فساد، غصب زمین و استخراج معادن از مواردی است که تمامیشان را به سطح آورده است. در همین حال نماینده های مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان هشدار میدهند تا هنگامی که صدای باشندگان این ولایت شنیده نشد، آنان خیمه های تحسنشان را بر نمیچینند. برای پایان ناهنجاری ها در ننگرهار اعتراض مدنی گسترده راه اندازی شد. باشندگان ننگرهار برای بیان نارضایتیشان از ادامه ناهنجاری ها در آن ولایت خیمه های تحسن را برپا کردند. نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان هشدار می‌دهند که تا هنگام رسیدگی نکردن حکومت مرکزی به اعتراض ساکنان این ولایت، خیمه ها برچیده نمی‌شوند. دا خیمه تر اخیر پورې به د خیمه نسته نه چې دوی وو چې زه خو دوی خیمه کې نسته او تکلیف په دوی دی په مونږ خو نه دی. مونږ مجبوریږو چې بیا به یو بل تصمیم نیسو او دا حکومت او نظام به بیا بیخي خپل نظام او خپل رهبران او خپل حکومت نه ګڼو. در همین حال بزرگان قومی ننگرهار افزایش ناامنی ها و حضور گسترده داعش در این ولایت را از چالش های بنیادیشان می دانند. مونږ حکومت نیوازنه هیله داده چې مونږ لپاره یو قوی عملیاتو کا د رسول سره په شریکه باندې چې مونږ خپل کورونه لاړ شو زمونږ د حکومت نه دا توقع ده. سیاسي خبرې د وطن دورانی خبرې چې د هر چا سره وي په دې کې مونږ ورسره هیڅ نه وانه یو. که مشکل حل نشي نو مونږ دغه داخله شروع د کار ده، نو بیا به دوی مونږ ته د خپل رعایت ګمان نه کوي او بیا به دوی مونږ جدا ګڼلی وو، نو بیا چې کوم حرکاتو باندې مونږ شروع کړی وو دې ته به مونږ مجبوره شوي. از سوی هم اعضای شورای ولایتی ننگرهار از حکومت مرکزی میخواهند جلو استخراج خودسرانه معادن این ولایت را بگیرند. آقا د معدن غیر قانونی اخراج ده، باید د مخه ونیول شي. آقا قاچاقبران چې غیر قانونی توګه معدن بل هیواد ته وړي، آقا هم باید ونیول شي، مجازات شي. کس وسی سو ګوړي هم باید د مخه ونیول شي. اما مقام های محلی ننگرهار برپا کردن خیمه های تحسن در آن ولایت را راه حل تمامی چالش ها نمی دانند. بر بنیاد گزارش ها 15 روز پیش اعضای شورای ولایتی ننگرهار بنابر افزایش فساد و غصب زمین دروازه این شورا را بستند. هیئتی به منظور وضعیت امنیتی اردگان به این ولایت فرستاده شده است و به زودی کسانی که در سقوط شماره از پاسگاه های پلیس در این ولایت دست داشتند مجازات خواهند شد. والی این ولایت می‌افزاید نیروهای امنیتی کمکی نیز به اروزگان فرستاده شدند و به زودی تهدیدهای امنیتی در حومه های شهر ترینکوت مهار می شود. فیض ملک در این مورد گزارش می دهد. هیئت برای بررسی وضعیت امنیتی اروزگان به این ولایت رفته است. والی اروزگان در کنار پذیرفتن تهدیدهای امنیتی در آن ولایت تاکید می کند که در پیوند با واگذاری چند پاسگاه امنیتی به مخالفان و مصالح دولت بررسی های این هیئت آغاز شده است و به زودی افرادی که در این رویداد دست دارند بازداشت با مجازات خواهند شد. بدون جنگ در بعضی از نقاط پوسته ها را اعلام دادند. وزارت محترم داخله تصمیم گرفتن که در بخش اونها میخزیه را پیگیری کنه و انشالله به نزدیکی به شما در این مورد اونها را شریک بسازیم. این مقام محلی ولایت اروزگان تاکید میکند گروه های مخالف و مصالح دولت توان نبرد در برابر نیروهای امنیتی کشور را ندارند. طالبا یک ضربه شدیدی خوردن در اینجا. منابع امنیتی ما و کشفی ما میگن که تقریبا 250 چند نفر از طالبا کشته شده و 190 نفرشان زخمی شده. گفته میشود تنوس هم طالبان در حومه های شهر ترینکوت حضور دارند و ارزگاه برای مرکز اروزگان تهدیدهای جدی را به بار می آورند. حالا آقای خروتی اطمینان میدهد که به زودی عملیات گسترده از سوی نیروهای اضافی که از مرکز و ولایت کندهار فرستاده می شوند راه اندازی شده و این تهدیدها برطرف خواهند شد. هواداران دکتر نجیب از ولایت‌های گوناگون در کابل گرد هم جمع شده و از 20مین سال روز حلق آویز کردن دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین کشور گرامی داشت کردند. در این مراسم بزرگان از کارکردها و سیاست‌های دکتر نجیب یاد کرده و گفتند در حالت کنونی رهبران حکومت باید از طرح وی در حل چالش‌های حکومتداری استفاده کنند. 20 سال پیش از امروز دکتر نجیب الله و برادرش شاپور احمدزی در 5 میزان سال 1375 از سوی طالبان در چهارراه آریانا حلق‌آویز شدند. هواداران دکتر نجیب الله امروز از ولایات گوناگون کشور جمع شدند
و از 20 سال روز حلق‌آویز شدن و یاد بود به عمل آوردند. اینجا سوال مطرح است که آیا سازمان ملل متحد نخواست از این جنایت هولناک جلوگیری نماید و یا نتوانست؟ در این مراسم از شخصیت دکتر نجیب الله ستایش کرده و ایجاد طرح مصالحه ملی را از شاهکارهای وی بیان کردند. نجیب لوی شاهکار دی مصالحه طرح کرد. کله چې دا مصالحه طرح کوله مور شخصا ډیر تشویش درلود چې دی به پدې قادر شي. در همین حال بزرگان در این مراسم مرگ دکتر نجیب الله را کار استخبارات پاکستان دانسته و افزودند که باید راه دکتر نجیب الله را ادامه دهیم. بان که بارها دکتر نجیب الله از نبرد نیابتی در کشور هشدار داده بود، اکنون پس از 20 سال دیده می شود که پاکستانی ها توانستند تا حد زیاد در دستیابی به اهدافشان پیروز شوند. تا آنجایی که بیشتر رویدادهای هراس افغانانه نیز هم اکنون از سوی استخبارات این کشور راه اندازی می شود. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. گزارش ها از سوریه حاکی است که کمک های امدادی به مناطق از این کشور که در جریان 6 ماه گذشته تا اکنون هیچ کمک دریافت نکردند رسیده است. به گفته مقام های صلیب سرخ جهانی، کاروان امداد مواد غذایی و دارویی به دو شهر مازایا و زبدانی در نزدیکی شهر دمشق پایتخت سوریه و همچنین دو روستای الفوعه و کفریا در ولایت ادلب رسیده است. ژاپن از پرواز چندین هواپیمای نظامی چین در نزدیکی جزایر این کشور ابراز نگرانی کرده است. به گفته مقام‌های نظامی ژاپن، این هواپیماها که مشمول هواپیماهای تجسسی و مفکن‌ها و یک جنگنده بود در امتداد تنگه میاکو بین جزیره اوکانیرو و میاکوجی پرواز کردند. چین اعلام کرده است که دست کم 40 فروند از هواپیماهای این کشور در آن چه که رزمایش عادی نامیده شده اشتراک داشتند. این هواپیماها وارد حریم فضایی ژاپن نشدند، اما این اقدام به حیث نمایش قدرتی از سوی چین تلقی شده است. رودریگو راتو، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، امروز برای حضور در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش وارد شهر مادرید پایتخت اسپانیا شد. آقای راتو که بین سالهای 2004 تا 2007 میلادی ریاست صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت، متهم به استفاده سوء از کارت‌های اعتباری برای اختلاس و پولشویی است. رودریگو راتو از سال 1996 مدت 8 سال وزیر مالیه اسپانیا نیز بود. و دست کم 65 درصد از باشندگان سوئیس در یک همپرسی با قانون اعطای قدرت و اختیار بیشتر به سازمان‌های جاسوسی این کشور رأی مثبت دادند. بر بنیاد این قانون، سازمان اطلاعات و امنیت سوئیس و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی این کشور امکان نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، نصب کامره و مکالمات تلفنی مظنونان را به وسیله حکم قاضی و یا هم اجازه وزارت دفاع یا کابینه دولت خواهند داشت. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. امروز ایالات متحده آمریکا 100 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک کرد. وزیر مالیه در مراسم امضای برگه دریافت این کمک گفت بر بنیاد توافق دو جانبه دولت افغانستان در برابر آوردن اصلاحات در یک اداره 20 میلیون دلار تشویقی از ایالات متحده آمریکا به دست می آورد و اکنون حکومت در عملی اصلاحات در نهادهای دولتی موفقانه به پیش می رود. سال پار رهبران حکومت با رئیس جمهور اوباما در کاخ سفید با توافق رسیدند که دولت افغانستان در جریان 4 سال مکلف است در 40 بخش حکومتداری خوب اصلاحات جدی به میان آورد و دولت آمریکا در ازای عملی شدن اصلاحات در هر بخش 20 میلیون دلار را به دولت افغانستان پرداخت خواهد کرد. کمک 100 میلیون دلاری امروز آمریکا به حکومت افغانستان بخش از همان توافق است. در مقابل هر ریفرمی که صورت میگیره یک مبلغ برای ما میآید و مستقیم در بودجه ما میآید که برای ما این تفاضلی را میتکده ساحاتی که ما فکر میکنیم برای ما اهمیت داره ایره به مصرف میرسونه. در این نشست نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت بر بنیاد بررسی های انجام شده از سوی امریکا روند عملی کردن اصلاحات در نهادهای دولتی افغانستان به خوبی به پیش میرود.
و در هفته روان 100 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهند. وی تاکید کرد که کمک مالی و فنی آمریکا به مردم افغانستان همچنان ادامه دارد. افغانستان در آوردن اصلاحات توافق شده موفقانه به پیش می‌رود و این کار نتایج خوبی داشته است. امسال 6 ماه زودتر از زمان تعیین شده در 10 شاخص اصلاحات به وجود آورده‌اند و تا چند روز دیگر 100 میلیون دلار را به دست می‌آورند. گفتنیست حکومت افغانستان در 10 بخش مشمول نظارت بانک جهانی بر درآمد حکومت، نظارت حریم فضایی کشور، پرداخت مالیات به گونه برقی، آوردن اصلاحات در روند تدارکات، تامین حقوق بانوان، اصلاح قانون مالیات بر عایدات، طرح بودجه سازی ولایتی و چند بخش دیگر موفق بوده است. و رشد و توسعه روستاها می تواند افغانستان را از ناداری نجات دهد. وزیر احیا و انکشاف دهات با ایجاد برنامه تازه زیر نام حرکت جدید روستایی میگوید تعهد برای مبارزه با فساد داری و ایجاد زمینه کار در روستاها از اولویت‌های این برنامه خواهد بود. پس از تغییر برنامه همبستگی ملی به برنامه میثاق شهروندی از سوی رهبران حکومت، حالا وزارت انکشاف دهات برنامه دگر را زیر نام حرکت روستایی ایجاد کرده و در کنار برنامه ملی میثاق شهروندی در تمام روستاهای کشور آن را عملی خواهد کرد. برای اولین بار شهر با دهات در این پروگرام گنجانده شد. به هر اندازه‌ای که شهرها تحول اقتصادی میگیرند، ضرورت‌هایش بیشتر میشه، نیازمندی‌هایش بیشتر میشه و دیهات میتونه برای زنات یک، یعنی معنی از اینکه اینا از لحاظ اقتصادی با هم رابطه پیدا. این برنامه از برنامه سیماول اندونگ کره جنوبی نمونه برداری شده است و قرار است که در افغانستان پیاده شود. با عملی شدن آن، افزون بر رشد اقتصاد روستانشینان، این روند سبب تامین صلح و ثبات در کشور نیز می شود. رول ما و شما هم در بخش انکشاف است که باید شکم مردم فقیر سیر بکنیم، تسهیلات زندگی را برایش آماده بکنیم و هم صلح و امنیت را برای مناطق خود ما بیاریم. مسئولان سفارت کره جنوبی در کابل میگویند عملی شدن این برنامه در کره جنوبی در زمینه بازسازی و رشد وضعیت اقتصادی مردم سودمند بوده است. سیماول اندونگ یا برنامه جدید روستایی کره جنوبی را پس از 35 سال ویرانی و ناداری نجات داد و من مطمئن هستم که این برنامه در افغانستان نیز کارساز خواهد بود و ما از عملی شدن این برنامه به گونه جدی پشتیبانی میکنیم. این برنامه همزمان با تعهد جدی مقامهای وزارت احیا و انکشاف دهات در امر مبارزه با فساد اداری یک جا عملی خواهد شد. و حال هم توجه نماید به نرخ اسعار در بازارهای کشور. و این هم چند خبر از دنیای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های پنج‌اوره بین‌المللی در برابر بنگلادش به زانو درآمد. ملی پوشان کرکت کشور دیروز در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف بنگلادش رفتند که نخست بنگلادش بازی را آغاز کرد و به ملی پوشان کشور 266 دویش هدف را تعیین نمودند، اما بازیکنان کرکت کشور نتوانستند به هدف تعیین شده برسند و با اختلاف 7 دویش بازی را به بنگلادش واگذار کردند. نخستین دوره مربیگری فوتسال سطح دو آسیا صبح امروز با حضور مدرس ایرانی کمیته فوتسال حسن صالح در مقر فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این دوره مربیگری 20 مربی از سراسر کشور حضور دارند. پیشتر هم دوره مربیگری سطح یک آسیا با حضور همین مربی با پایان رسیده بود. و پس از انتخاب عبیدالله جلال به حیث رئیس فدراسیون کونگ فو و امروز به مسئولان و ورزشکاران این رشته معرفی شد. آقای جلال از تغییرات بنیادی و مهم در فدراسیون کونگ فو معرفی مربی تیم ملی، مسئول کمیته بانوان و همچنان برگزاری مسابقات انتخابات تیم ملی کونگ فو خبر داد. و این هم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور.
این بود خبرهای این ساعت تقدیمتان شد. متشکرم از توجه و همراهیتان. شب بر شما خوش. کنید